پلی‌تکنیک است، قلب تپنده جنبش دانشجویی کشور. آی آمریکا، چه جنایتی کردی؟ صد تا رسالت دانشجو در این است که انقلابی بمونه. لعنت کند اون دست هایی که جوان ما را غیر سیاسی کنند و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. سال 1376، چند روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری، دولتی تازه نفس با شعار اصلاحات به میدان آمده. مردم برای فرار از دوران هاشمیه رفسنجانی رأی بالایی به خاتمی دادند. در همین ایام یک جمله از رئیس دولت سازندگی باعث تعجب افکار عمومی می شود. هاشمی رفسنجانی در اولین مصاحبه بعد از دوم خرداد اعلام می کند برنامه‌های سازندگی به دلیل حمایت کارگزاران از دولت خاتمی ادامه می یابد. چند روز بعد دختر هم کلام پدر را تایید می کند. 8 تیر ماه فائزه پشت تریبون مجلس می رود و از کابینه سید محمد خاتمی که هنوز تشکیل نشده حمایت می کند. جناب آقای خرازی به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شدند. جناب آقای مظفر به عنوان وزیر محترم آموزش پرورش رأی آوردند. نمازی به عنوان وزیر محترم امور اقتصاد دارایی انتخابیت مداری به عنوان وزیر محترم بازرگانی انتخاب شدند. جناب آقای فرهادی به عنوان وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای دوری نجف آبادی، جناب آقای عارف، وزارت تعاون، پشت و تلگراف و تلفن. سرانجام کابینه دولت اصلاحات با رأی قاطع نمایندگان مجلس تشکیل می شود. بسیاری از اعضای تحکیم وارد دولت اصلاحات می شود. آنها نقشی مهم در انتخاب خاتمی داشتند. یه جمله گفت، یعنی یه منطق اونجا مطرح کردم که همون موقعش خیلی سنگین بود، تو برو بیای دوم خرداد بود دیگه، 77. من اونجا گفتم آقا بزرگترین آفت تحکیم، الان میگم هنوز همون حرف رو دارم میزنم و فکر میکنم درست فهمیده بودم، بزرگترین آفت تحکیم اینه که بخواد نمایندگی بکنه 20 میلیون رأی سید محمد خاتمی رو. مردم با تمام وجود به حمایت از دولت اصلاحات آمدند. کارگران، جوانان، دانشجویان و دیگر اقشار ضعیف جامعه حالا منتظر دوران تحولات به ویژه تغییر در شرایط اقتصادی کشور هستند. من قبولشون دارم آقا خاتمی.
موافقیم یه از حرکاتون. بیشتر جوان ها طرفدار آقای خاتمی هستن. امیدها دوباره در جامعه زنده شده. دوره‌ای تازه در تاریخ انقلاب اسلامی آغاز می شود. برای نخستین بار دادگاه یک متهم اقتصادی از صدا و سیما پخش می شود. دادگاه غلام حسین کرباسچی. من سوالم این بود که آیا شما از همین حسابی که میگید، حالا قضاوتش با دیگران و با وکلا و با ما و با مردم، پولیست از شهرداری برداشت شده به عنوان این که میخواهیم پاداش بدیم به مدیران، تا اینجا درسته؟ این شکلی که شما میفرمایید به عنوان غلطه. عنوانش چجوریه؟ این پولی بوده که با مجوز قانونی وزیر کشور به قائم مقامی شورای شهر بله. سند خورده، هزینه شده. پولی که هزینه شد ارتباطش بابت شهر چی؟ همین بابت چی که شما بگید همون عنوان من میشه. بابت چی هزینه شده؟ بابت اون مجوزی که شما توی پرونده دارید. خب بفرمایید حالا چیه؟ دست شما هم که هست. میخواد من عینشو برای شما بخونم. اون شما این که هزینه کردید به قول خودتون بردید تون حساب، این به چه عنوانی هزینه شده؟ برای خریدن ساختمون، برای صرف پروژه؟ شما مدرک رو توی پرونده دارید ولی من که دارم عرض میکنم. بله. خود شما هم گفتید، تو بازجوییاتون هم گفتید، گفتید برای این که ما پاداش بدیم و به مدیران. نه خیر، برای همون. خب برای هر چیز که شما میگید بفرمایید برای چی بوده. بله، این مجوز اینه. جناب آقای وزیر کشور، حالا خواهشمند است موافقت فرمایید از محل وجوه 0.5% افزایش درآمد هر سال نسبت به سال قبل و وجوه اعطایی وزارت محترم کشور که در اختیار این جانب برای پاداش مدیران و پرسنل و موارد خاص قرار گرفته و میگیرد، علاوه بر پاداش‌های یاد شده نسبت به اعطای کمک و وام به مدیران و نیز برخی ارگان‌های خاص که به تشخیص این جانب لازم است و همچنین تحصیل سود اقدام شود. مبارزه با مفاسد اقتصادی که سالهاست مطالبه بسیاری از مردم و به خصوص دانشجویان بوده، جانی تازه گرفته. اما انتشار اخباری پراکنده از برخی خیابان‌های بالای شهر تهران باعث تعجب بسیاری از مردم می‌شود. شعارهای در حمایت از کرباسچی. اما در عین ناباوری، حالا اتفاقات جدیدی روی می‌دهد. در برخی از دانشگاه‌ها دانشجویان انجمن اسلامی تجمعاتی را در حمایت از این متهم اقتصادی برگزار می‌کنند. حمایت دانشجویان تحکیم از یک محکوم اقتصادی و تغییر شعارهای عدالت خواهانه تنها تغییر در انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم نیست. رویکردهای فرهنگی جدیدی وارد محیط دانشگاه ها شده است. فضایی که مورد تأیید مسئولان فرهنگی و علمی دولت هم هست و به نوعی با حمایت آنها انجام می شود. ببین، اینا از هر فرصت استفاده می کردن برای اختلاط دختر بزن. برنامه علمی می ذاشتن، این توش بود. جشنواره فرهنگی می ذاشتن، توش بود. موسیقی می ذاشتن، این توش بود. نمیدونم تهش نمیدونم به مغز کی رسیده بود، یه چیز گذاشته مثل جشنواره مترسکا. دختر پسر بودم تو زمین چمن دانشگاه، خاور زرد رنگ پوشیدن. آقا من مترسکم. دختره داره صورت پسره رو رنگ میزنه، پسره صورت دختره رنگ میزنه، رو لباسش رو رنگ میزنه. شروع کردم اعتراض کردن، اومدن ریختن تا یه اتفاقی به بحث سیاسی میکردن. نه شما رأی نیاوردید، شما دارید عقده خیلی سیاسی، گوه چی حرفا چی داره میزنید.
اصلا میفهمی چی داری میگی؟ میفهمی برنامه چیه؟ میفهمی تو دانشگاه جایی نیستش؟ از بسیج دانشجویی خواسته شده نسبت به اقدامات انجمنها بی تفاوت باشند. آنها تا این زمان از فعالیت‌های سیاسی منع شده بودند و حالا برای فعالیت‌های فرهنگی هم با چالش‌های فراوانی روبرو هستند. یکی از کارهایی که کردن اومدن تو دانشگاه گفتن آقا بسیج دانشجویی نظامیه، باید از دانشگاه بره بیرون. بسیج دانشجویی اینجا فاشیستن، نازیستن، اینا خشونتگرا هستن، خشونت طلبن، اینا گروه فشارن، هم با اقسام این تهمت‌ها رو زدن. بسیاری از دانشگاه‌ها با وضعیت جدید کنار آمدند، به جز یک دانشگاه، دانشگاه تهران. بسیج دانشجوی دانشگاه تهران تقاضا می‌کند با رهبری دیداری داشته باشند. یه دیداری بین بچه های بسیج دانشجوی دانشگاه تهران و مقام معظم رهبری اتفاق می‌افتد. رئیس بسیج دانشجوی دانشگاه تهران علی زاکانی است. در این دیدار زاکانی ابتدا گزارشی از عملکرد بسیج دانشگاه تهران را ارائه می کند و سپس درد دلهای خود را در خصوص فشارهای وارده بر بسیج مطرح می کند. بچه های دانشگاه تهران این سوال رو کردن که خلاصه ما تو محیط دانشگاه هستیم، حس می کنیم که باید تو فضای سیاسی کشور فعال باشیم، حرف برای گفتن داشته باشیم. حضرت آقا این اجازه رو دادن و گفتن که مگر میشه یک بسیجی مثلا تو عرصه سیاسی کشور حضور پیدا نکنه. برادرمان حرفهای بسیار خوبی را بیان کردند. از اینکه الحمدلله شما جوانان خوب و مؤمن در دانشگاه هستید و حضور دارید من بسیار خوشحالم. این کارهایی را هم که گفتید و میکنید و کرده اید همه خوب است. من محدودیتی برای یک مجموعه نمیبینم، مگر محدودیت‌هایی که فکر و مبانی و مواضع دینی و ایمانی و سیاسی شما برایتان ترسیم میکند. جز اینها من محدودیتی برای کارهای فکری و سیاسی نمیبینم. پاسخهای رهبری در این جلسه فصل جدیدی از فعالیت‌های بسیج را آغاز می‌کند. خبر به سایر دانشگاه‌ها هم می‌رسد. بسیج حالا به یک تشکل کنشگر تبدیل شده. بدانند که موج جدید خواهر خود ایستاده و خواهر ایستاده. زمان به سرعت سپری می شود. دولت اصلاحات وارد سومین سال فعالیت خود شده. فضای متشنج دو سال اول دولت اصلاحات که در حادثه کوی دانشگاه به اوج خود رسید فروکش کرده و جوی آرام در کشور حاکم است. بیکاری، گرانی و مشکلات معیشتی مردم را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده. مردم در انتظار تحقق وعده‌های دولت هستند. دوم شهریور و همزمان با هفته دولت، جلسه ای در حسینیه امام خمینی با حضور رهبر انقلاب. بفرمایید آقای، بفرمایید. واقعا نگاه کنید ببینید مسئله اصلی کشور امروز چیه. من گمان نمی کنم اگر کسی نگاه کنه به زندگی مردم، یه نگاه عادی بکنه، تردیدی در او به وجود بیاد که مسئله اصلی کدامه. ممکنه مسائل مهمی وجود داشته باشه در فهرست مسائل مهم، اما مهمترین رو باید پیدا کرد. مهمترین مسئله مسئله اقتصادی است. این طرح ساماندهی اقتصادی کار بزرگی بود که دولت شما انجام داد. چرا این رو ندیده میگیرید؟ چرا این رو به طور جدی بهش نمیپردازید؟ من واقعا انتظار و توقعم اینه، این بود از اول.
حالا بیشتر این انتظار رو دارم. طرح ساماندهی اقتصادی امیدی در مردم ایجاد کرد، کار خوبی هم شد انصافا. چقدر از او اسم آورده شد، در رسانه ها راجع به او صحبت شد، آقای رئیس جمهور شخصا از او حرف زدند و وعده دادند. خب انتظار بود این قضیه به طور جدی دنبال بشه، باید دنبال بشه طرح ساماندهی اقتصادی. حرف های جدیدی در مطبوعات و فضای عمومی جامعه از سوی دولت مطرح می شود. تهران مرکز بین المللی گفتگوی تمدن ها. یکی دیگر از برنامه های مهم دولت رابطه با غرب است. در این بین دولت نگاهی جدی به ایجاد رابطه با آمریکا دارد. آنها اصلاحات مد نظرشان را از رابطه با آمریکا شروع کردند. ملت بزرگ و متمدن آمریکای سخن متمدنانه تاریخی دارند و در موقعیت خودش انشاءالله با اونها طرح خواهیم کرد و سخن خواهیم گفت و امیدوارم که هرچه این گفتگوهای متفکرانه بیشتر بشه ما به صلح و آرامش بیشتر نزدیک. بعد از تدابیر ناموفق سردار سازندگی در رابطه با آمریکا، حالا رئیس اصلاحات در حال آماده کردن جامعه برای پذیرش توافقی احتمالی است. You say that you want to talk to the American people. Are you prepared to sit down eventually and talk to the American government? تهران مسابقات جهانی کشتی مهرماه 1378 ورزشگاه 12,000 نفری آزادی. عباس جدیدی و مرلین داگلاس آمریکایی با شکست تمامی رقبا در فینال رو در روی هم قرار گرفتند. دیداری که بیش از این که ورزشی باشد تعبیر سیاسی به خود گرفته. بعد از رویدادی نفسگیر و پایا پای نتیجه 3-3 مساوی می شود. حالا کار به وقت‌های اضافه می رسد. عباس جدیری با حمایت تماشاگران مشتاق داگلاس را مغلوب می کند. اما بعد از اعطای مدال اتفاق جالبی رخ می دهد. اتفاقی که با برنامه ریزی های قبلی از سوی مسئولان دولتی صورت گرفته. جدیدی و داگلاس عکس‌هایی از امام و رهبری را بالای سر خود می‌برند. خیلی زود پیام دولت اصلاحات به رئیس جمهور آمریکا هم می‌رسد. کسانی در ایران بودند که این بدبینی‌هاشون خیلی قوی‌تر بود و به هیچ وجه نمی‌تونن تصور بکنن که یک روز ما می‌تونیم با آمریکا در این حفظ منافع ملیمون یک تفاهمی داشته باشیم، که من معتقد بودم این نه لازم نیست که الالعبد اینجوری باشه. 13 آبان، روزی که بزرگترین سفارتخانه آمریکا در تمام منطقه به دست چند دانشجو فتح شد. دانشجویان پیرو خط امام. یکی از تسخیر کنندگان دانشجویی است به نام عباس عبدی. از زمانی که او با گروگان‌های چشم‌بسته عکس یادگاری گرفته 20 سال گذشته. عبدی برای ملاقاتی ویژه به پاریس سفر می‌کند. همه چیز آماده یک دیدار رویایی است. در موقعیتی دراماتیک و هیجانی عباس عبدی رو در روی باری روزن گروگان آمریکایی قرار می‌گیرد. گروگانی که 20 سال قبل در اسارت عبدی بود. آقای عبدی نشست گفتگو کرد با آقای باری روزن، اولین بار گروگانگیر صحبت کرد و بحث این شد که بالاخره دو تا کشورن و میتونن با هم ارتباط داشته باشن، رابطه داشته باشن، باید با هم گفتگو کنن، صحبت کنن، مشکلاتشون رو با هم حل کنن و اگر هم شما میخوای حل کنی، تاثیر بذاری، باید با گفتگو این کارو بکنی.
13 آبان 1378 برخلاف انتظار دفتر تحکیم وحدت در این تجمع حاضر نمی شود. یواش یواش تجمعات دفتر تحکیم وحدت روز 13 آبان رفت به سمت اینکه ضرورت گفتگو سر رفت به سمت ضرورت تعامل، گفتگو و بحث کردن، حل مشکلات طرفین به سمت این مسائل می رفت و مطرح می شود. برخلاف مراسم رسمی اعلام کرد تحکیم که ما پرچم آتش نمیزنیم. آنها به جای حضور در لانه جاسوسی تجمعی در روبروی دانشگاه تهران برگزار می کنند و مثل همیشه سرود یار دبستانی. در این فضای متشنج و هیجانی به جای شعارهای ضد استکباری و ضد آمریکایی، تحکیمی ها شعارهای تند سر می دهند. اما کسی که قرار است پشت تریبون این مراسم قرار بگیرد به یکی از تندروترین اعضای اصلاح طلبان شهرت دارد، هاشم آقاجری، یکی از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب. مبارزه ضد آمریکایی را به عنوان یک شعار، حربه‌ای برای مقابله با جنبش اصلاح طلبی ملت ایران کرده است. در چنین شرایطی است که این حرکت ضد آمریکایی یک حرکت توخالی و بی‌بنیاد است. کسانی که امروز زیر علم مبارزه ضد آمریکا با گروه‌های سازمان یافته می‌کوشند با اصلاحات و شعارهای اصلاح طلبانه مقابله بکنند، اونها به واقع دوست ملت ایران نیستن. اونها دفتر تک آلت دست یا ابزار دست جریان‌های بیرون دانشگاه شد. این اقدام آنقدر تلخ است که در همان روز چندین انجمن اسلامی رسما اعلام می‌کنند که از دفتر تحکیم جدا خواهند شد و اتحادیه جدید تشکیل خواهند داد. به باور بسیاری تحکیم استقلال فکری از جانب خود ندارد، دلیلی که باعث می شود آنها نام اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل را برای تشکل جدید خود انتخاب کنند. ما مستقل هستیم از احزاب و جریانات سیاسی، یعنی می خواهیم اون استقلال و هویت دانشجویی رو به واسطه این اتحادیه انجمنهای اسلامی هم در کشور حفظ بکنیم هم صیانت بکنیم. زمستان فرا می رسد. احزاب و گروه های سیاسی خود را برای یک رویداد مهم آماده می کنند. انتخابات مجلس ششم. در این میان بیشترین تحرکات و فعالیت ها مربوط به حزب مشارکت است، حزبی که پس از روی کار آمدن دولت خاتمی تشکیل شده و برادر رئیس جمهور دبیر کل آن است. در ماجرای استیضاح نوری، عطاالله مهاجرانی و اصلاح قانون مطبوعات، ضربات سختی از مجلس پنجم به اصلاح طلبان وارد شده و حالا آنها رویای نشستن بر صندلی‌های قرمز مجلس ششم را در ذهن می‌پرورانند. در این انتخابات رئیس ستاد انتخابات کشور مصطفی تاج‌زاده است. از مسئول سر صندوق گرفته تا نماینده وزارت کشور، فرماندار تا بازرسان اون، تا هیئت‌های نظارت اون، تا هیئت‌های اجرایی زمینه، واقعا علی‌السری از براشون همه جناح‌ها و جریانات، چه تو حکومت چه بیرون حکومت، چه در درون جامعه مدنی، بین احزاب، داوطلبان، افراد، جناح‌ها، غیره و چه توی سیستم‌های حکومتی. اما این انتخابات یک میهمان ویژه هم دارد. با حضور این میهمان تنور انتخابات گرمتر هم می‌شود. بعد از پایان دوره ریاست جمهوری، هاشمی رفسنجانی میخواهد دوباره به مجلس برگردد. رقابت انتخاباتی داغی در جریان است.
بعد از انتخاب آقای خاتمی سران گروه های به اصطلاح خط امام که مال معروف هن یه عده 10-15 نفرن، همشون هم از دوستان سابق من و حالا هستن، آمدن با من صحبت کنن، مشورت کنن. من مهمترین حرفی که به اینها زدم اینی که من گفتم مردم ما رأی به اعتدال دادن. شما خیال نکنید که با تندی و افراط میتونید آرا رو حفظ کنید. آقای خاتمی رو هم در مسیر تندی نندازید. انتخابات برگزار میشود. بعد از اعلام نتایج انتخابات، اخباری نگران کننده محافل سیاسی را تحت شعاع قرار میدهد. از گوشه و کنار کشور شواهدی مبنی بر تخلفاتی آشکار گزارش شده. اتهام متوجه وزیر کشور موسوی لاری و معاون سیاسی او مصطفی تاج‌زاده است. با شکایت‌های متعدد، شورای نگهبان تصمیم می‌گیرد آرای تعدادی از صندوق‌ها را بازشماری کند. یه سوال کوتاهی به اصطلاح در جواب این نمایندگی بگیرین دیگه. یعنی هیچ سوالش من تو تریبون گفتم که دیگه معنی نداره الان دوباره بپرسین شما. به اصطلاح پاسخ کلی لطف بفرمایید. در خصوص منتظریم که انشالله امروز شورای محترم نگهبان راجع به تهران بده. خبرهایی مبنی بر عدم همکاری فرمانداری تهران برای بازشماری آرا به گوش میرسد. فرمانداری به اصطلاح تهران گفته که صندوق‌های حوزه مناطق 1-8 رو در اختیار شورای نگهبان قرار نمیده. نظر شما چی؟ کاملا دروغه این حرف. تکذیب میکنم فرمانداری قطعا هم چیزی نگفته. شما از قول من تکذیب کنید. دادید که خواستن شروع بکنن با موانع و مشکلاتی از طرف فرمانداری هم مواجه بودن و البته کار رو شروع کردن. بعد از چالش‌های فراوان بالاخره بازشماری برخی از صندوق‌ها آغاز می‌شود. بازشماری صندوق‌های مختوش نشان می‌دهد نتایج با چیزی که وزارت کشور اعلام کرده مغایرت دارد. چگونه می‌شود یه صندوقی صفر باشه حالا بشه 829، صندوق در شماره اولیه 42 باشه بشه 486، صندوق در شمارش اولیه 410 باشه بشه 751، صندوق در شمارش اولیه 33 باشه بشه 934. اگر من بخوام اینها رو، این صفحاتی است گزارش هایی که تهیه شده است، میتوانن از شاد اجزان ما بگیرن. اوناش که قرمز، اونهاست که بازشماری برخی از صندوق‌ها نتایج انتخابات را با تغییراتی جدی روبرو می‌کند. هاشمی رفسنجانی که در نتایج اعلامی وزارت کشور در جایگاه 30 قرار گرفته بود، به جایگاه 20 منتقل می‌شود. شورای نگهبان پیش بینی می‌کند که در صورت بازشماری صندوق‌های دیگر، ممکن است نتایج انتخابات دستخوش تغییراتی جدی شود. کار گره خورده است. خب این اختلاف آرا جای سوالات بسیاری رو ایجاد میکنه که چگونه است؟ آیا در شمارش دقت نشده یا مسائل دیگری است؟ اگر در شمارش دقت نشده چطور میشود قبول کرد که در دیگر صندوق‌ها این تغییرات نباشد؟ شورای نگهبان در نامه از رهبری انقلاب تقاضای راهنمایی می کند. مقام معظم رهبری در نامه خطاب به شورای نگهبان اعلام می کند به نظر می رسد بازشماری بقیه صندوق ها طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشته اید جز در مدت طولانی ناممکن و برخلاف مصلحت است. سرانجام نتایج نهایی انتخابات اعلام می شود و بیشترین کرسی های مجلس در اختیار حزب مشارکت قرار می گیرد. انجمن اسلامی دانشگاه تهران در حال برگزاری همایشی در دانشگاه است.
پایان بندی این همایش تقدیر از یکی از اصلاح طلبان است. برادر ارجمند جناب آقای دکتر مصطفی تایزاده، این لوح سپاس به منظور قدردانی از تلاش‌های خستگی ناپذیر حضرت عالی در راه پیشبرد اهداف جبهه اصلاحات و پاسداری از آرای ملت از سوی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران تقدیم می‌کنم. در حالی که چند روزی به عید نوروز باقی نمانده، یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان با یک پرواز مستقیم وارد فرودگاه مهرآباد می شود و بلافاصله با محمد خاتمی دیدار می کند. دیداری کوتاه ولی سرنوشت ساز. فیشر ضمن ابراز خرسندی درباره انتخابات مجلس ششم فوراً به آلمان باز می گردد تا مقدمات اجلاسی مهم را در کشورش فراهم کند. همایشی تحت عنوان ایران بعد از انتخابات. روز 19 فروردین 1379. قبل از شروع برنامه جزوه‌ای تحت عنوان راهنمای کنفرانس منتشر می شود. اصلاح فهم از اسلام و جدایی دین از حکومت مهمترین مباحثی است که در این جزوه به آنها اشاره شده. بدون تردید چنین تجمعی نمیتوانست در ایران شکل بگیرد. دولت آلمان مسئولیت و البته تمام هزینه‌های مربوط به برگزاری این اجتماع را به عهده گرفته. این نشست به پشتیبانی دولت آلمان خانم مادلن اوربرایت که دو سه هفته قبل چیز گفته، وزیر امور خارجه ایتالیا رفته ایران، آقای فیشر رفته دعوت از خاتمی. برخی از شخصیت‌های اصلاح طلب و برخی از چهره‌های فعال در ماجرای کوه دانشگاه در این کنفرانس حضور پیدا می‌کنند. افرادی که سفیر اصلاحات نامیده می‌شوند. علیرضا علوی تبار، حمیدرضا جلایی پور، محمود دولت‌آبادی، حسن یوسفی اشکوری، جمیله کدیور، مهرنگیز کار، کاظم کردوانی، شهلا لاهیجی، عزت الله صحابی، شهلا شرکت، چنگیز پهلوان، اکبر گنجی و البته علی افشاری. دعوت از یک چهره دانشجویی که در حوادث کوه دانشگاه نقش مهمی ایفا کرده برای برگزار کنندگان این همایش بسیار مهم است. کنفرانس آغاز می شود. از همان لحظات ابتدایی و حتی قبل از حضور سخنرانان کاملا مشخص است که این جلسه به شدت جنجالی خواهد بود. مجری از اشکبری دعوت می کند تا آماده سخنرانی شود. اما جمعیت ضد انقلاب برای او تدارکی ویژه دیده. هرچند اشکبری با تیترهای تند قصد همراه کردن حضار با خود را دارد، اما گوشی برای شنیدن هیچ حرفی نیست. آنها حتی به این حد از اسلام هم راضی نیستند. اما
اما سخنگوی بنیاد هایندیشپول فضا را آرام می‌کند و می‌گوید شما مانع از اظهارات کسی می‌شوید که به رغم اینکه روحانی است خود دیشب به من گفت به جد خواهان جدای دین از سیاست است. Protestieren, der im Namen der islamischen Revolution ausgeübt wurde, sollten nicht vergessen, dass hier nicht هر کدام از سفیران اصلاحات در این جلسه نقطه نظرات خود را بیان می کنند. مدرنیزاسیون و دموکراتیزیون مقاومت کرده و مقاومت آنها به صورت جنبش های نئوفاشیستی هست که کاری جز ترور ندارند. اولین چیزی که برای یک نفر که میخواد با گذشته خودش چیز بکنه معذرت، شما در بخش اطلاعات سپاه پاسداران بودید و معلومی چه کاری کردید. اولین کار شما معذرت خواهی به خاطر جنایت ها و به خاطر 20 سال بالاخره نوبت صحبت به علی افشاری میرسد. به طور مشخص جریانات دانشجویی در انجمن صحبت‌های افشاری به دلیل اعتراض و متشنج شدن جلسه نیمه کاره رها میشود. در همین زمان زن رقاصه‌ای شروع به رقصیدن میکند. این جلسه سرشار می شود از انواع توهین‌ها به انقلاب اسلامی، امام خمینی و حتی سخنرانان جلسه و حتی جریان دوم خرداد. و تیم‌های دانشگاهی‌شون که سرمون دانشگاه‌ها را سازماندهی کردن این کنفرانس پرسر و صدا چیزی نیست جز یک دادگاه برای محاکمه انقلاب اسلامی. این اتفاقات در حالی در آلمان رخ می‌دهد که مردم در ایران در دهه اول محرم و در حال گذراندن ایام عزای امام حسین هستند. همه چیز عادی است و هنوز هیچ کس از این اتفاقات خبری ندارد. فیلم کنفرانس برای مسئولان صدا و سیما مخابره می شود. اخباری مبنی بر پخش کنفرانس برلین از صدا و سیما به گوش می رسد. بدون شک این خبر می تواند طوفانی در جامعه به راه بیندازد. اتفاقاتی که هیچ کدام از اعضای تحکیم و جریان اصلاحات انتظار آن را ندارند. آنها به شدت نگران انعکاس این خبرند. استرس و تب و تاب زیادی در سازمان صدا و سیما در جریان است. برخی با این تصمیم مخالفند و برخی این را یک افشاگری میپندارند. زمان به سرعت در حال سپری شدن است و باید هر چه زودتر تصمیم نهایی گرفته شود. بدون شک پخش چنین برنامه‌ای فقط در حیطه اختیارات یک نفر است. سرانجام با دستور شخص علی لاریجانی رئیس صدا و سیما این کنفرانس از شبکه اول سیما پخش می شود. برای عموم مردم ایران اقدامات سفیران اصلاحات در این کنفرانس توجیه ناپذیر است. مردم ایران بعد از تعطیلی بازارها راهپیمایی های سراسری به راه می اندازند. اما در اقدامی عجیب برخی از جریان‌های سیاسی به جای محکوم کردن کسانی که در کنفرانس شرکت کردند صدا و سیما را به دلیل پخش این کنفرانس محکوم می‌کنند. همه فوش میدن به صدا سیما. جوی درست کردن که صدا سیما عجب پدرسوخته یا این فیلمو پخش کرده. حالا اینا رفتن اونجا لغ شدن یا اشتباه که شما اشاره فحشا که این گناهتون صد برابر به صدا سیما.
روزنامه فرد در مقاله‌ای با عنوان به گیرنده های خود دست نزنید اشکال از فرستنده است به صدا و سیما خورده میگه. آیت الله منتظری نمایش این فیلم را شرعاً حرام اعلام میکند. اماد الدین باقی در نقد سیما شارلاتانیزم تلویزیون. آیت الله خلخالی هدف این فیلم را ضربه زدن به دولت خاتمی ذکر میکند. بعد از این ماجرا به مرتضی قراقی خبرنگاری که فیلم کنفرانس را به تهران مخابره کرده اجازه شرکت در کنفرانس های مطبوعاتی رئیس جمهور داده نمی شود. دانشگاه ما برنامه گذاشتیم اومدیم برنامه بذاریم تو آمفی‌تئاتر و فلان و اینا نذاشتن اذیت کردن. بعد اومدیم چون مجوز نمیدادن ما اسمش رو گذاشتیم جلسه عمومی بسیج. بعد عنوان برنامه رو گذاشتم سیمای رسوایی. بعد این برنامه رو با پوست اوزالیت کردیم بزرگ در دیوار دانشگاه کاغذ دیواری کردیم و سر نماز ظهر هم گذاشتیم. امروز همه تلاش خودشون رو بر این قرار دادن که دانشگاه ها رو متشنج بکنن و با ایجاد این بعد از طی شدن چند روز آرام در کشور در ایام نوروز همراهی جریانی از داخل کشور در برپایی کنفرانس برلین فضایی پرتنش کشور را در بر می‌گیرد. آزادی اندیشه آقا حسین نمی‌شه. آزادی دیکتاتور هر بار دیکتاتور. تشنج 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 همانند چند سال گذشته. اما در حال این آشوب‌ها کشور را دچار بحران‌های پی در پی کردند که مردم روز به روز با فشارهای اقتصادی بیشتری دست و پنجه نرم می‌کنند. بیکاری، گرانی و مشکلات معیشتی مردم را با چالش‌های فراوانی روبرو کرده است. سلام بچه‌ها، سلام. حال شما خوبه؟ امسال میوه خوردین شما؟ نه، خیلی کم خریدیم چون که خیلی گرونه. گرونه دیگه، مریضمون نیاز به میوه داره، نمیتونیم، گرونه. و مسئولان هم وعده دادن که این مشکل به زودی برطرف میشه. دلارا جمع کردید که تغییر کنه؟ عذاب داریم میکشیم چون ببینید قبلا مشتری که میومد اینجا 2 کیلو 3 کیلو حداقل 1 کیلو رو میخرید، ولی الان وقتی میاد قیمت رو میبینه تقاضای 200 کنم از ما میکنه، یعنی که ما مجبوریم بفروشیم. بسیاری از مردم و اکثر غریب اتفاق جامعه نه تنها رویکردهای سیاسی تند و افراطی را دنبال روی نمیکنند، بلکه حتی از تنش‌های سیاسی روگردانند و فراری. دولت که عمدتاً درگیر مسائل حاشیه‌ای شده از پرداختن به مسائل اصلی کشور و بهبود زندگی مردم دور مانده. در چنین شرایطی اصلاح طلبان سعی دارند تعریف دیگری از اصلاحات به جامعه بدهند. آنها قصد دارند اینطور جا بیندازند که نه تنها اولویت اصلیشان اقتصاد نیست، بلکه کسانی که میخواهند هدف اصلی آنها را بهبود اقتصادی معرفی کنند در واقع میخواهند جریان اصلاحات را منحرف کنند. اما اونگاه که از سرکور این جنبش ناامید شدن میشیدند که قرار انحراف سمت و جهت جنبش شعارهای دیگری رو مطرح کنن و تحریف دیگری از اصلاحات به دست بدن و دستور عمل جنبش اصلاحی رو از یک جنبش اصلاح طلبانه و دموکراتیک به یک جنبش اکونومیستی و اقتصادی و معیشتی منحرف. رأی به خاتمی دموکراسی و گفتگو معرفی می شود و رأی به غیر خاتمی رأی خشونت و ترور. یا به اسلام خشونت رأی می دهند، یا به اسلام گفتگو، یا به اسلام ترور رأی می دهند، یا به اسلام دموکراسی. دو اسلام هست. البته اگر اکثریت مردم به اسلام خشونت و ترور رأی دادند، در اون صورت اسلام خشونت و ترور حاکم می شود. از 18 خرداد فاز اصلاحات 2 شروع می شود.
اردیبهشت ماه 1379 نمایندگان مجلس ششم با رهبری انقلاب دیدار می کنند. اولویت اول برای شما این است که امید مردم را حفظ کنید. اولویت اول این است که شکم مردم را سیر کنید. میشه نشست حرفای روشن فکری زد به باف انسان دیگه، حالا اگر فلان جور نشه فلان جور نخواهد شد، اگر چنین نشه چنان نخواهد شد. واقعیت چیست؟ شنیده می شود در بعضی از اظهارات راجع به شأن انسان، شخصیت انسان، شرف انسان، کرامت انسان در جامعه حرف زده می شود. این از اصول اسلامی است بلا شک. کدام نقض کرامت انسانی بالاتر از این که یک انسانی، رئیس یک عائله ای، پدر یک خانواده ای در جامعه ای که در اون جامعه همه چیز هم هست نتوانه تأمین اولیات زندگی فرزندان خودش رو بکنه؟ کدام تحقیر از این بالاتره؟ نامه بنویسه به من، به شما، به اون مسئول دیگه که من دو ماه تو خانم گوشت نبردم. یک وقت گوشت نیست در جامعه، من و شما هم نمیخوریم. یک وقت میوه نیست، یک وقت امکانات رفاهی نیست. یک وقت ایام عید که میشود فرزندان من و شما هم لباس نو تن نمی کنند. اما وقتی همه چیز هست، وقتی کسانی در جامعه با استفاده از فرصتهای نامشروع توانستند آلاف و الوف برای خودشون فراهم بکنند، زندگی‌های تجملی فراهم بکنند. دولت اصلاحات که برای ایجاد رابطه با آمریکا امید زیادی بسته بود، حالا در وضعیت تازه‌ای قرار گرفته. دوران ریاست جمهوری کلینتون رو به پایان است. روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا خبر خوبی برای سید محمد خاتمی نیست. روزهای اخیر متاسفانه آمریکایی‌ها دشمنی خودشون رو با مردم ایران علناً و به آشکاری به نمایش گذاشتن. خصومت و کینه عمیق اونها نسبت به جمهوری اسلامی ایران هست. تمام فعالیت‌های دولت برای ارتباط با آمریکا در حاله از ابهام قرار گرفته. در رابطه ما با آمریکا در طی نیم قرن گذشته مظلوم ما بودیم. ستم به ما شده است، به ما اهانت شده است، حقوق ما از بین رفته است. راه حل به اصطلاح پیدا شدن یک راه حل این است که اون کسی که ستم کرده است تغییر در سیاست و رفتارش بده، و ما باید در رفتار و عمل اونها این تغییر رو ببینیم که متاسفانه الان به خصوص با توجه به حاکمیت یک جنای تند و تند رو که به نظر من اون سیاستاشون برای کل دنیا خطرناکه، ما خیلی پیشبینی وضعیت مناسبی نمی‌کنیم. یکی از اعضای شناخته شده جریان اصلاحات به دادگاه احضار شده است. دادگاهی که از همان ابتدا با چالش آغاز می شود. این اتهامات باید رسیدگی بشه و منجر به صدور حکم بشه. شاید چون این اطلاعات قضایی رو نداشته باشه، اینطور تصور میکنن که اون اتهامات منتفی شده. متهم پرونده کسی نیست جز هاشم آجری، استاد دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای تندرو جریان اصلاحات. کسی که سخنرانی های او در دانشگاه ها با حواشی بسیاری همراه می شود. این حواشی تا حدی زیاد است که نیروی انتظامی پیش از سخنرانی او در مراسمات مختلف هشدارهای لازم را برای تامین امنیت منطقه صادر می کند. چیه این سونده به ما بس کرده؟ یک دلی سلام. گفتم سلام آقای دکتر، حال شما چطوره؟ خائن، جاسوس، بی خرد، بی عقل، این چه کاری بود کردی؟ چه گندی زدید؟ داد 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 اون فشنگ و گریس و اینا رو میخوای؟ حالا دارم که جالب بهت بگم. نه نه بایست این تیکش گوش کن، این تیکش جالب، یادم رفت بهتون بگم. نه 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 این تیکش جالب تر، ولش کن، اولش ول کن. چی کار میکنید؟ بلند شید. گفتم
برای چی بلند شیم؟ گفت خلاف امنیت ملی آبروی ایران رو دارید میبرید. منم عصبانی شده بودم، گفتم که اون کارهایی که شما میکنید خلاف امنیت ملی شما، دارید مملکت رو میفروشید. گفتم آقا من کاری نیستم. آقا بلند شید برید آبرومون رفت. گفتم آقا ما خوابیدیم. دبستانی من با من و همراه من و چوب علف بر سر ما، بغز من و آه من حق شده اسم من و تو رو تنه بسیار ترکه بیداد و ستم بوده هنوز رو تن ما، دست بی فرهنگی ما پرزه تمومه علف باش خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش، دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه. یار دبستان من با من و همراه منی، چوب علف بر سر ما، بغز من و آه منی حق شده اسم من و تو رو تنه بسیار پرچه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما.